عبارت مشمئز کننده رو به ساحت مقدس رهبری وارد میکنه و برای اهداف سیاسی خودش حاضر هست حتی از رهبری اینگونه خرج بکند که نماینده و همکار خودش رو تضعیف بکند. من یه خاطره‌ای به یادم اومد. در ایام فتنه بنده برای یک سخنرانی دعوت شدم به دانشگاه رشت. شب که برگشتم آمدم در هواپیما نشستم، دیدم عزیزی کنار من نشسته، خودشو معرفی کرد، گفت من فرمانده ناحیه انتظامی استان گیلان هستم. برادرزاده آقای رسایی در جریان فتنه دستگیر شد. آقای رسایی پدر فرمانده نیرو انتظامی را در آورد برای آزاد کردن ایشون. این را می توانید؟ فرمانده نیرو انتظامی هست و برادر ایشون پیمانکار هست، مشارکتی است و در راه و ترابری پیمانکاری های بزرگ می گیرد. برادر عزیز، اگر ما نجابت می کنیم، اگر از روزنامه رنگی 9 صفحه‌ای تو حرف نمی زنیم، اگر از پولهای چند صد میلیون تومانی که به روزنامه تو و به کار تو کمک می شود، تو قلمت از بقیه بهتر نیست، بیانت از بقیه بهتر نیست، ما اگر خدایی نکرده بخواهیم به نوع غیر اخلاقی و غیر مؤدبانه صحبت کنیم، هم ادبیاتش رو بلدیم. هم بدان کاظم جلالی 14 سالش بود در جبهه بود، امروز اوتو کشیده هستیم، در خدمت شما هستیم. یک بچه روستایی مستضعفه، حالا او رو پودر کنیم مثل خیلی دیگری که شما پودر میکنید. شما با بیانتون، با قلمتون، با اجازاتی که علی الظاهر به لحاظ شرعی دارید که به همه بتازید و هر عبارت راست و دروغی را بگویید در هر تریبونی، میتوانید آدمها رو نابود کنید، ولی این کار رو نکنید، واقعا به مصلحت جامعه نیست. امروز ما به دنبال این هستیم که با این رأی و انتخابات اگر اندک شکافی هم در حاکمیت و در بین ملت و دولت ایجاد شد، این رفع بشه. چرا این شکاف رو داریم افزایش میدهیم؟